نمیده واکنی. تا این نفس میلو میاد بیان برای آخرتمون یه کاری بکنیم. میخوایم برای فاطمه گریه کنیم. از اون موقعی که شنیدیم فاطمه رو کتک زدن خیلی گریه کردیم برای فاطمه. هر کی گریه نکرده برای زهرای مرضیه گریه کنه. این اشک‌ها شب اول قبر روشن میکنه قبر. میدونید آقا هر کس برای فاطمه زهرا گریه بکنه او حسابش با خود خداست، چون خدا هدیه ای داد به حبیب خودش. هدیه خدا به پیغمبر فاطمه بود. حالا به این هدیه خدا سیلی بزنن ببینید چه خبر میشه. یا زهرا، از اون روزی که شنیدیم بین در و دیوار قرار گرفتی، از اون موقعی که شنیدیم میخ در سینه شما فرو رفته، هر وقت یادمون بیاد با تمام وجود متأثر میشیم و گریه میکنیم. زهرا جان نمیخوایم قسمتون بدیم، همیشه علی رو به شما قسم میدادیم، امشب میخوام شما رو به علی قسم بدیم. بی بی جان من خودم رو میگم، هرچی نگاه به اعمالم میکنم میبینم کاری نکردم که به درد شب اول قبرم بخوره، کاری نکردم که بتونم دل بهش ببندم. بیبی جان فقط و فقط دلمونو خوش یه چیز کردیم، او گریه هایی که برای شما و برای حسینتون میگردیم. زهرا جان جان علی قسمت میدیم تا زنده ایم نگذار از این جلسات حسین جدا بشه. بی بی جان به علی قسمت میدیم شب اول قبر به داد ما برس، روز قیامت به داد ما برس، گوشه چادرت رو اجازه بده بی بی جان ما بگیریم و ما رو وارد بهشت کنی. حالا اگر سید پا منبر نشسته منو ببخشه، اگه سادات نمیتونن روزه مادر بشنون در گوششون رو بگیرن. حاضرید امشب با هم بریم مدینه دیدن یک مریض؟ حاضرید با هم بریم یه احوالی از فاطمه بپرسیم؟ بیا چشم سرتو ببند و پای دل بریم مدینه. شاید یکی بگه آجا ما آدرس دقیق بلد نیستیم. چرا من آدرس بلدم، تو دنبال من بیا امشب، آدرس من میدونم. من که چند تا نشونه میدونم که اگه این نشونه ها رو پیدا کنیم رسیدیم در خونه امیرالمومنین. یه آدرس دارم خونه فاطمه تو محله بنی هاشمه، یه آدرس دیگه دارم یه خونه ایه که دیواراش سیاه شده، درش نیم سوخته شده. تو مدینه فقط یه در خونه است که آتیش گرفته، اونم خونه امیرالمومنین. دیدید خونه سیاه شده علی رو؟ دیدید در نیم سوخته خونه علی رو؟ اجازه بدید من بیام در بزنم. در رو که میزنم فضه خادمه در رو باز میکنه، یه نگاه به جمعیت میکنه، میگه شما فضه خانم ما اومدیم یه سری به فاطمه بزنیم، شنیدیم بی بی حالشون خیلی بده، اجازه میدید بیایم دیدن فاطمه. فضه گریه میکنه. میدونی چرا گریه میکنه؟ میگه اصفهانی ها خوش اومدید، خوب کاری کردید اومدید، آخه این روزا دیگه کسی در خونه علی رو نمیزنه، این روزا دیگه کسی سراغ فاطمه رو نمیگیره. فضه خانم اجازه داریم بیایم تو؟ فضه میگه نه، مگه نمیدونید فاطمه ممنوع الملاقاته، ما خیلی از راه دور اومدیم نمیشه، خیلی بی بی حالشون وخیمه. فضه خانم حالا که نمیتونیم بیاین میتونیم چند تا سوال کنیم جواب ما رو بدیم؟ فضه میگه این فضه خانم از صورت سیلی خورده یه فاطمه چقدر؟ فضه میگه سیدا منو ببخشن، نگاه به سینه من نکنی ها،
اگه مدینه میخوای یا علی. فزه میگه از اون روزی که دومی سیلی زد به صورت فاطمه هنوز جا انگشتاش رو صورت فاطمه مونده است. میگیم فزه خانم شنیدی میخه در تو سینه ی فاطمه فرو رفته؟ چه خبر؟ فزه میگه وقتی فاطمه نفس میگشه از سینش خون میچکه. فزه خانم فاطمه میتونه راه بره؟ نه دیگه فاطمه راه هم نمیتونه بره. به سختی خبر دیگه ای نداری؟ ایتی که مال خانم هست. چرا چرا دیروز دیدم فاطمه پا شد با زحمت نشست، زینبش رو صدا زد گو مادر بیار شانه رو بیار، میخوام سر دخترم و خودم شانه کنم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.